بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اصحابه وازواجه وذريته اجمعين. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انسان زندگیش یا در از این دو حالت بیرون نیست، یا در خوشی است یا ناخوشی، خوشحال هست یا اموری که باعث کدورت حالش میشه، که در بالاخره انسان نیاز یا صبر میکنه یا شکر میکنه. انسانی که ایمان به خدا داره، زندگی ما از این دو حالت خارج نیست، همطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. یا انسان مؤمن در سختی و مشقت باشه که صبر میکنه، خب که این براش خیر هست، عبادتی است دیگه. و یا اینکه در خوشی و مسرت هست، چیزهایی که باعث خوشحالیش میشه در زندگیش، خب که این نیازمند چیه؟ شکر، که باز شکر یک عبادتی است دیگه. در هر دو حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که زندگی انسان مؤمن همش خیر هست، یا صبر میکنه یا شکر میکنه. اینم خاص انسان مؤمن هست، انسانی که به الله ایمان دارد، به آخرت ایمان دارد، به قرآن ایمان دارد. این رسول الله فرمود که خاص انسان مؤمن هست. حالا ما تو زندگی خودمون میبینیم دیگه، سختی ها و مشقت هایی که داریم و خوشی هایی که داریم. حالا موضع گیری ما باید چی باشه؟ یا باید صبر کنیم و یا شکر کنیم؟ از این دوتا بیرون نیست. بحث امروز ما در مورد صبر هست، که به خاطر مکانت و منزلتی که صبر داره، قرآن خیلی در مورد صحبت کرده. از اخلاقهایی است که که قرآن به آن تشویق کرده، بلکه به آن امر کرده. در 104 جایگاه ما میبینیم که در قرآن با در موارد مختلف، با صیغه‌های مختلف و سبب‌های مختلف قرآن ذکر فرموده. 104 بار صحبت از صبر شده. یعنی پس امر مهمی است که انسان نیاز به آن دارد در زندگیش. اگر انسان صبر نکند، خب نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه سختی‌ها و مشقت‌ها را تحمل کند. خب یه وقت هست که ما در امور زندگیمون، امور مادیمون، سختی هایی را تحمل میکنیم. برای کار کردن یه لقمه نونی به دست آوردن، چقدر سختی انسان تحمل میکند که بتونه شکم خودش رو سیر کند. اگر این صبر نباشد که نمیتونه. پس نیاز به صبر داریم، حالا نه فقط در مسائل مادیمون، در همه امور زندگیمون، در روابطمون با مردم، در ارتباطمون با خدا، در ارتباط با خودمون، همه اینها ما نیازمند به صبر داریم. وقتی به قرآن نگاه میکنیم، قرآن پیامبر رو امر میکند به صبر کردن. واصبر و ما صبرک الا بالله، مثلا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. چون بحث دعوت هست، مشقت ها و سختی هایی که در این مسیر انسان باید تحمل کنه، قبول نمی کنند، پیامبر رو دروغگو معرفی می کردند، متهمش می کردند به اینکه شاعر هست، اینکه ساحر هست، یا اینکه سحر شده، و یا اینکه سخن دیگران داره نقل میکنه و به خودش، به خدا نسبت میدهد. بعد از نظر فیزیکی چگونه با پیامبر برخورد میکردند؟ خب از نظر روانی و شخصیتی، خب شخصیت پیامبر رو ترور میکردند. حتی از نظر فیزیکی و جسدی هم رفتار بدی با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند. پیامبر رو مورد اذیت و آزار قرار میدادند. در هنگامی که اگر مردم رو دعوت میداد،
یا در هنگام نماز خوندن پیامبر را از نظر جسدی مورد اذیت و آزار قرار میدادند. وقتی که شما خیرخواه مردم هستید، دعوتشون میدی، اونها قبول نمیکنن، این چه تأثیری در نفس انسان میذاره؟ تأثیری منفی میذاره که شما خیرخواه کسی باشید اما او قبول نکنه. قبول که نمیکنه، تا را متهم میکند به دروغگویی، به صد صفات بد دیگر، و به این هم بسنده نمیکند، بلکه از نظر فیزیکی و جسدی و بدنی با تو وارد میشود، میزند، شکنجه میدهد. اینجاست که قرآن دائما این سفارش رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن که صبر کن، تحمل کن، چون در صبر دیگه یعنی معنای تحمل کردن هست دیگه، صبر تحمل کردن هست، سختی ها و مشقت هایی که در مسیر دعوت به انسان میرسد باید صبر کند. بدون صبر انسان به مقصدش نمیرسه، بدون صبر انسان نمیتونه به هدفی که داره برسه، امور دنیاویش باشه، امور اخروی باشه، هر چی باشه، ما نیازمندی به صبر داریم، باید صبور باشیم. این سفارشی که خداوند به پیامبر داشته، به مؤمنان هم این سفارش رو دارن، این امر دارند. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر کنید ای مؤمنان، صبر رو پیشه کنید، همدیگر رو سفارش بدید به صبر. مؤمن هم در این مسیر متحمل سختی هایی میشه، مشقت هایی میشه، درد و سرهایی داره. این نیست که یک کسی گفت که من مسلمان هستم دیگه خلاص هیچ سختی مشقتی نداشته باشه، خیال کنه که دیگه الان دنیا برای شده بهشت. نه، دنیا همین دنیاست، این مشقت ها توش هست، این دنیا خالی از مشقت نیست. اونی که راه بد میره، راه گناه میره، راه کفر و معصیت و شرک میره، خب اونم مشقت خودش داره، سختی ها و بدبختی های گناه و شرک داره. مؤمن وقتی که این راه را انتخاب میکنه، راه دیگری را از راه اونها انتخاب کرده، اینجاست که از طرف اونها دچار مشقت و سختی میشه که چرا با ما نیستی، چرا مثل ما گناه نمی کنی، چرا مثل ما رفتار نمی کنی، مثل ما عبادت نمی کنی. اینجاست که نیاز به صبر داره. اونی که موحد میشه، هدایت پیدا میکند، خب نیازمند صبر هست، نیاز دارد که صبر کند، صبر پیشه کند، سختی ها تحمل کند. خب ما در سیرت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی نگاه میکنیم، خب بخصوص در عهد مکی، میگه که چگونه با آنها رفتار میکردند. خب جوانهایی بودند از خانه های، از خاندان بزرگ قریش ایمان آورده بودند، پدران و بزرگان خانواده رفتار بسیار تندی با اینها داشتند، زندانشون میکردن، اونها را محروم میکردن از امور زندگیشون، از نعمتهای دنیاوی محروم میکردن، شکنجهشون میدادند، حتی اونهایی که از بزرگان قوم بودن شکنجه میشدن، اونها را میزدند، زنجیر تو دست و پاشون مینداختن که نتونن بیرون برن. این بس نیازمند این صبر هست. این قرآن رو که میخونیم، خداوند چرا ما را سفارش به صبر میکنه؟ خیال نکنیم که همدار که میفرمان که حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی این که ما همین که بگیم لا اله الا الله مسلمون هستیم دیگه تموم شد، دیگه دوچار هیچ آزمایشی نمیشیم، هیچ سختی به ما نمیرسه، بلکه الان ابتدای سختیات شروع شده، زیرا شما در جهت مخالف حرکت جامعه دارید حرکت میکنید، جامعه به یک سو سمتی میره، شما به سمت دیگه میرید،
جامعه شتابان به طرف گمراهی و پرتگاه میره، به طرف تاریکی ها میرود، در تاریکی هاست، همه رو داره میکشه. شما میخواید خود را از این حرکت، از این جریان جدا کردی، داره میره، میخواد شما را به طرف خودش بکشه دیگه. پس هیچ وقت در یک جامعه انتظار نداشته باشیم که دیگه انسان هیچ نیازی به صبر نداره. در هر جامعه‌ای که انسان باشد و هر جامعه‌ای که باشید، صبر نوع خودش نیازمند هست. در افراد مختلف هستند دیگه. خب صحبت هم خواهیم کرد که حالا حتی در بحث طاعات و عبادات که میشه هم باید صبر کنیم، نفسمون رو وادار کنیم به طاعات و عبادات، یا صبر کنیم نفس خودمون رو کنترل کنیم از اینکه خلاف دستور خدا رو انجام ندیم، دنبال هوا و هوسمون نیفتیم، دنبال مصلحت و منفعت شخصی خودمون که مخالف با دین خداست نیفتیم. اینا همه نیازمند به صبر هست. صبر در برابر بلا و مصیبتی که خارج از اراده انسان هست، بیماری ها، صبر در برابر اذیت و آزاری که از مردم به انسان میرسد، همه اینها در یک جامعه همیشه هست. وقتی که انبیا علیهم السلام از قیل و قال مردم در امان نموندند، از اتهاماتی که به آنها وارد شده، قرآن داره هر نبی که صحبت میکنه ببینید که عکس العمل قومشون چگونه است. پس انتظار نداشته باشیم که وقتی کسی میگه که ای مردم بیایید به طرف قرآن، بگید لا اله الا الله که رستگار میشید، بیایید به طرف کلمه توحید که حالا همه ازت قبول کنند و حتی هیچ حرفی هم به تو نزنند، هیچ اتهامی و انگی به تو وارد نکنند، این اشتباه است. اگه ما خیال میکنیم که دنیا دیگه باید اینطوری بشه، اشتباه میکنیم. این از لوازم زندگی کردن در دنیاست، هست، ویژگی هاشه. این چیزی که ما در ذهنمون قرارم در بهشت هست که دیگه ناراحتی ها و درگیری ها و این مشکلات وجود نداره، همه یک دل هستن. زاویه سوم، وقتی که قرآن صحبت از صبر میکنه، خدا اونهایی که صبر میکنن، صبر و پیشه خودشون میکنن، مورد مدح قرار داده، ازشون به خوبی یاد کرده. یعنی پس یک صفت خوبی است که هر کس به این صفت خود را آراسته کند، خداوند او را ستوده. الله سبحانه وتعالی نیازی به ما نداره، کمال مطلق را داره، ولی وقتی بندگانی صبر پیشه کنند، خدا آنها را ستوده، ازشون به خوبی یاد کرده. و صابرین فی البأساء و الضراء وحین البأس، و الصابرین فی البأساء و الضراء وحین البأس، در سختی ها و مشقت هایی که هست، در هنگام جنگ که باشه، اینها صبر میکنن. صبر کنندگان در برابر آنچه که زندگیشون رو متکدر کرده، آرامششو میخواد به هم بزنه، صبر کرده. صبر کردن، خب فقر، بیماری، گرفتاری ها، حرف مردم، مشکلات، اینها زندگی انسانو به هم میزنه دیگه، آرامش از زندگی انسان میگیره. حالا وقتی که ما این آرامش ازمون گرفته شد، یا مالمون از دست دادیم، یا یکی از خیشاوندان، دوستان نزدیکمون مثلا انسان از دست بدهد، اون آرامشی که تو زندگیش داشت یک باره متزلزل می شود، دچار استراب می شه انسان، دچار پریشانی می شود. حالا باید چه کار کنه؟ صبر اینجا نتیجه می دهد که انسان با صبر کردن خودش رو کنترل می کنه، می دونه که باید چه کار کند. تو تاریکی پا نمی ذاره. صبر کردن پس انسان رو کنترل می کنه که چه بگوید، چه حرکتی انجام بدهد، چه عکس العملی داشته باشه، چه رأیی داشته باشه،
چی ببیند، چی بشنود، اینها همه نتیجه صبر کردن هست. و زاویه دیگه، مسئله دیگه، خداوند اعلان کرده که من کسانی که صابر هستند دوستشون دارم. صفت والایی است که خداوند بندگانی را به خاطر داشتن صفاتی دوست دارد. یکی از این صفات چیه؟ الصابرین، والله يحب الصابرین. خداوند صابران را دوست دارد، اونهایی که صبر میکنند دوستشون داره. خیلی مقام والایی است که خداوند بنده ای را دوست داشته باشد. خداوند که نیازی به ما نداره، اما این انسان چی میکند، چه رفتاری دارد که خود را به این مقام رسونده که خدا دوستش داره؟ پس دقت کنید، خداوند اینجا بندگانی که دارای صفاتی هستن، این صفت رو داشته باشه، دوستش داره. یکی از این صفات، صفت صبر هست. من کسانی که صبر میکنن دوستشون دارن. چه مقامی بالاییست، مقامی بزرگیست دیگه، که خدا تو رو دوست داشته باشه. وقتی که ولله المثل الاعلا، اصلا قابل تشبیه نیست، فقط من باب توضیح دادن و آشکار کردن. وقتی که خب بگن که یه رئیسی بزرگی از یک شخصی به خوبی یاد کنه، بگه من دوستش دارم، خب این چه احساسی بهش دست میده؟ چقدر خوشحال میشه و یک نوع احساس عزت و بزرگی میکنه در میان افراد جامعه. وقتی که خداوند بنده ای را دوست دارد، در که در احادیث اومده و قرآن هم فرموده که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، که مردم دوستش دارند. وقتی که خداوند بنده ای را به خاطر بندگیش و صفات خوبی که مورد رضای خداست این صفات داشته باشه، در ملأ اعلا اعلان میکند، به جبرائیل میگه که فلان بنده را دوست دارم، او را دوست بدارید. جبرائیل هم اعلان میکند در آسمان ها که خداوند فلان بنده را دوست دارد، او را دوست بدارید. و بعد این محبت و دوستی او در زمین هم قرار داده میشه که انسان هایی که ایمان دارن، مؤمن هستن، اونو دوست دارن. اونی که ایمان به خدا داره، اونی که ایمان به آخرت داره، این بنده مؤمن رو دوست داره. والله يحب الصابرين، که از این گروهی که خدا اونها رو دوست داره و اعلان میکنن که من این بنده را دوست دارم، انسان صابر هست، اونی که در موقع سختی ها، مصیبت ها صبر میکنه، ناشکری نمی کند، بد نمی گوید، کارهای خلاف عقل و انجام نمیده، لباسش رو بر تن خودش بارا نمی کنه، به سر و صورتش نمی زنه، در گل و خاک نمی غلطد، با زنجیر و حالا چیزای دیگه به سر و صورت خودش نمی زنه. والله يحب الصابرين. و از بضافه این محبت، خداوند اعلان کرده من همراه اونهایی هستم که صابر هستن. این معیت خاصی است. میفرمان که واصبروا ان الله مع الصابرین، صبر کنید چرا که خدا با صابران هست. مع الصابرین، این معیت، همراهی خدا با انسان ها به طور کلی دو دسته است، دو مرحله است. یک معیت عمومی است که خداوند با علمشون همراه همه بندگان هست، یعنی اینکه هر کاری ما انجام بدیم از خدا پنهان نیست، نمیتونیم چیزی بر خدا پنهان کنیم. این یک معیت عمومی است. یک معیت خاص میشود که برای بندگان مؤمن هست، این صفت داره، ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران هست. پس این معیت رحمت هست، توفیق هست، خدا بهش توفیق میده، حفظش میکنه،
از اینکه کارهای خلاف شرع و عمدن انجام بده حفظش میکنه. این معیت پس یک درجه خیلی بالای سپار دیگه، محبتش خدا داره، از طرف دیگه میگه که من با او هم هستم. کسی که خدا با اونست دیگه ترسی بر اون نیست. وقتی که این آیات ما میشنویم، خداوند میخواد این صفت رو ما در خودمون به وجود بیاریم. وقتی میفهمم که من صابران رو دوست دارم، پس بایستی کاری را انجام بدیم که به این منزلت دست یابیم. منزلت این که خدا صابر رو دوست داره. ما هممون تو زندگیمون دچار سختی ها و مشقت ها میشیم. حالا باید صبر کنیم. وقتی صبر کردیم به خاطر خدا، خدا ما را دوست دارد. و وقتی که صبر کردیم به خاطر خدا در برابر مشکلات ها، مشاکل، سختی ها، از دست دادن ها و یا مصیبت هایی که به انسان وارد می شود، خب خدا با تو هست، هم دوستت داره هم با تو هست. وقتی که یه فردی را دوست داره، خب با او خواهد بود. وقتی که نیاز داره باش هست دیگه. این در مورد انسان با انسان، اما در مورد الله که دیگه در کمالش هست، همیشه خدا با اوست، رحمتش، توفیقش با این بنده هست. به خاطر الله داره صبر میکنه. من به خاطر خدا فقط صبر میکنم. و از زاویه دیگه قرآن بار دیگه فرموده که صبر برای انسان خیر هست. هر که صبر کنه براش خیر هست، درش خیر فراوان هست. ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اگه صبر کنید، صبر برای صابران بهتر هست. شما میتونید یه وقتی انتقام بگیرید، یه وقتی هم نه، گذشت میکنید، صبر میکنید. میفرمان که صبر کنید، صبر برای صابران بهتر هست. یه مثال، یوسف علیه السلام با برادرانش بعد از این عزت و آزاری که بیرسوندن، الان میتونه از اونها انتقام بگیرد. وقتی که میان به مصر و اون الان قدرت داره، تو حکومت هست، سربازان تحت فرمانش هستن، دستور بده اینها زندانی میشن. اما وقتی که تمام این مراحل پیمود، صبر کرد به خاطر خدا، نگاه کنید اون نتیجه‌ای که دست یافتش و اون اطمینان خاطر و آرامشی که داره به خاطر صبر که انسان بهش دست می‌یابد، خیلی بالاتر از انتقام هست. انسان وقتی انتقام می‌گیره، باز هم دیگه حالتی است که راضی نیست. انتقام هم که میگیری، یه وقتایی از یه برادر خودت انتقام هم میگیری، یه احساس خوبی نداری. ولی وقتی که انسان صبر میکند، یا حالا بخواد گذشت کنه، صبر کردن در مسائل مختلف برای انسان خیلی بهتر هست. دیگران هم از او به خوبی یاد میگیرند، چرا که خداوند الان اونو دوست داره و ذکر خیر او در میان بندگان خدا قرار میدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم خب چقدر اذیت آزار شد، سفارش های قرآن چقدر بود بهش که صبر کن صبر کن صبر کن. این صبر کردن در انسان، این اخلاق به وجود میاره که وقتی صبر کرد، درجه تحملش بالا میره، بعد درجه گذشتش هم دیگه بالا میره، بعد تحملش زیاد میشه، درجه گذشتش هم بالا میره. وقتی که فتح مکه شد، خب همه اونهایی که الان اونجا هستن دشمنان رسول الله بودن. خب اگه بحث انتقام باشه، باید همه رو بکشه دیگه. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه گذشت میکنه. فقط یه افراد خاصی بودن که دیگه زبان زد عام خاص شده بودن در اذیت و آزار رسوندن
به رسول الله و به مؤمنان و به دین، افراد خیلی اندکی. به اونها گفت که، به عموم مردم گفت که اذهبوا فانتم الطلقاء، برید شما آزاد هستید. دقت کنید خیریت، بعد خیریتی که درش پیش اومد بعد از این گذشت کردن، این صبری که داشتن و بعد گذشت کردن، چقدر به نفع اسلام شد. از همین ها کسانی بودند که مدافع اسلام شدند. زاویه دیگه قرآن میاد صبر و مورد بررسی قرار میده، وعده‌ای که خدا به صابران میده که پاداشی که بهشون میده خیلی بهتر هست از آن کاری که انجام دادن. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اونهایی که صبر کردن، پاداشی که بهشون میدیم زیباتر و بهتر هست از آنچه که انجام میدادن. پس پاداش میگه خیلی بهتر است از کاری که تو انجام دادی. صبر کردی به خاطر خدا، حالا خدا پاداش خیلی عالی بهت میده. و یا میشه معنا کرد که اجری که بهش داده میشه بر اساس زیباترین کاری است که انجام داده. بر اساس زیباترین کارش پاداشش رو میده. صابران، خب اونی که صبر میکنه معناش این نیست که دیگه معصوم هست، که حالا دچار یه اشتباهی هم بشود. در زندگی ما همه دچار اشتباه میشیم. کارهای ما انسانها، کار انسان مؤمن بگیم، همه یکسان که نیست، یک درجه که نیست. کار خیلی عالی هست، کار عالی هست، کار خوب هست، متوسط هست، ضعیف هست، و تو پروندش امکان داره کار بدم باشه، اشتباه باشه. خداوند می‌فرمایند که پاداش این بندگان بر اساس زیباترین کار. خداوند این زیباترین کار رو انتخاب می‌کنه. زیباترین دیگه الان به عهده خداست، به عهده انسان هم نیست که ما خودمون تشخیص بدیم که حالا چه کاریم خیلی زیباترین هست. نه، خداوند خودشون با لطف و رحمتشون زیباترین کار رو انتخاب میکنن و بر اساس این کار بسیار زیبا و عالی پاداشو میده. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. و می فرمان که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابران اجرشون بدون حساب داده میشه. چرا فرمان که بدون حساب؟ یعنی معناش این نیست که حساب کتابی توش نیست ها. چون وقتی که انسان یه چیزی میشماره حساب هست دیگه. شمرده میشه. 1, 2, 3, 4, 10. اینجاست که میگه نه، اجری که ما بهت میدیم دیگه قابل شمردن نیست. پاداشی که به تو میدیم قابل شمردن نیست. حالا چی تو این دنیا اونهایی که صابر هستن واقعا پاداش زیبای کارهاشون رو میبینند؟ و همین که اجری که خدا بهشون میده خیلی زیاد هست. در قیامت که دیگه یوفا کامل بهش داده میشه. ما در دنیا حالا هر چی باشه انسان پاداش کارهاشو کامل نمیتونه بگیره. ما بهره میبریم از این کارهای خوبی که انجام میدیم. یک انسان زندگی سعادتمندی خوشبختانه برای خودش درست میکنه، در سعادت هست، بندگی خدا میکنه، خدمت خلق خدا میکند، سعی میکنه عزت آزار به دیگران نرسونه، نیاز بندگان خدا را برآورده کند. خب در این دنیا پاداش این کارها میبینه انسان. اونی که ظلم میکند، بدی میکند هم پاداش کارهاشو میبینه، اما نه کامل. هیچ کدام کامل نمیبینیم. اما در آخرت هست که انسان پاداش کارهاشو کامل میبینه.
حالا در مورد صابران فرمان که به غیر حساب، دیگه پاداشی که بهشون داده میشه قابل شمارش نیست، نمیشه شمارد. از زاویه دیگه وقتی که خداوند ما را میخواد تشویق میکنه به صبر کردن، بشارت بهشون داده، خبر خوش، ای صابر خبر خوشی برات داریم، ای کسی که صبر میکنی. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حالا بشارتش ببینیم بعد. بشارت ده صابران را، اونهایی که صبر میکنن، چون آیه در همون قبلش فرمودن که ما شما را مورد آزمایش قرار میدیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. با ترس، گرسنگی، کمبود مواد غذایی، از دست دادن نیروهاتون مورد آزمایش قرار میدی، چه در زندگی جمعی، چه زندگی فردی، چه در یک جامعه و چه در زندگی فردیمون، همه میفرمون که آزمایش میشید. بعد فرمودن که خب در اینجا عکس العمل ها چی خواهد شد؟ و بشر الصابرین، اونی که جزا و فزع میکنه خدا دیگه ذکر ازش نکرده، اما اونی که ثابت میمونه، صبر میکند در برابر این مصیبت هایی که بهش میرسه، و بشر الصابرین، صابران را بشارت ده، صبر میکند. آنهایی که وقتی که مصیبتی بهشون میرسه میگن که ما برای خدا هستیم و به سوی خدا باز میگردیم، یعنی زندگی ما برای خداست، بنده خدا هستیم. وقتی ترجمه میشه نقطتون اشتباه ترجمه میکنم، یعنی که ما از خدا هستیم و به سوی خدا برمیگردیم. نه، ما برای خدا هستیم، یعنی من برای خدا دارم زندگی میکنم، من بنده خدا هستم، هر چه مصیبتی هم که برسد من صبر میکنم، جزا فزع نمیکنم، تسلیم خدا هستم، از خدا برای خدا هستیم و به سوی خدا باز میگردیم. نهایت ما این مسیری است که میریم به سوی خدا. حالا اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینها صلوات خدا و رحمت خدا بر اینهاست، اینها هدایت یافتگان هستند. پس وقتی که انسان در برابر سختی ها، مشقت ها، گرفتاری ها، نداشته هاش، چیزایی که نداره، صبر میکند، در برابر بیماری که داره صبر میکند، در برابر عزت و آزاری که از خویشاوندان، دوستان، امکان داره همسایه، فرزند، فلان فلان میرسه، صبر میکند. این وعده هایی است که خدا به صابران داده. دقیقا اون چگونه اسلام میاد انسانو میخواد کنترل کنه، خودتو کنترل کن. و همچنین فرمودن که کسانی که صبر میکنن یه پاداش بسیار بزرگی هم براشون قرار داده که اون هم بهشت هست. و جزاهم به ما صبرو جنتا و حریرا، صحبت در سوره انسان میخونیم که اینها میان اونهایی که نیاز دارند و بهشون میرسند، حتی بر خودشون ترجیح میدن و میگن که ما کاری که میکنیم انتظار تشکر و قدردانی و یا پاداشی از شما نداریم، ما از پروردگارمون میترسیم، از روزی که مصیبتش و بلایش همگیر هست، فراگیر هست. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فجزاهم دنبالش این هست که میگه که خداوند در مقابل این کارشون، این صبرشون، این پاداشو بهشون داد، به خاطر صبرشون، به ما صبرون، صبر بر
مشقت زندگی، صبر بر این که تو بیایی کسی که نیاز داره واقعا در خدمتش باشی، حتی اونو بر خودت ترجیح میدی، کار خیری کردی، انتظار تشکر نداری، و یا اینکه در مقابل به تو یه خوبی کند این انتظار رو نداری. این انتظارات هیچ کدامو نداره. و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. نعمت هایی که دیگه در بهشت هم هست خدا دیگه ذکر میفرماید. سختی کشیده الان این پاداشو بهش میده. در حدیث میخونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که در روز قیامت کسی که از اهل بهشت هست اما در دنیا سختی ها کشیده، همش زندگیش در سختی و مشقت بوده، درد و رنج داشته، بیماری داشته، یه لحظه رسول الله فرمود اونو بیارن به بهشت، بعد میارنش بیرون، میگه که از سوال میشه که در دنیا سختی دیدی؟ میگه سوگند به خدا من اصلا تو دنیا سختی ندیدم. یعنی با دیدن نعمت بهشت تمام سختی های دنیا را فراموش میکنه. و در مقابل کسی که جهنمیست، در دنیا خوشگذرانترین فرد بوده، یه لحظه چشم بندن میبرنش جهنم، بیرونش میارن، میگن در دنیا خوشی دیدی؟ میگه سوگند به خدا من اصلا تو دنیا خوشی ندیدم، خوشی نبود. اون نعمت تمام سختی های دنیا را انسان به فراموشی میندازه. و این عذاب یه لحظش فقط تمام اون خوشی های دنیا را فراموش میکنه، انکار میکنه، میگه مثلا خوشی ندیدم. یه وقتایی است که ما در زندگی خودمون هم امکان داره دوچارش میشیم. انسان حتی اون یه لحظه که انسان بیمار میشود، یه دردی، نمیتونه از خونه بره بیرون، نمیتونه کاری انجام بده، تو بیمارستان هست، رو تخت بیمارستان هست، مثل این که اصلا هیچ خوشی تا حالا ندیده. یعنی این یه لحظه درد تمام اون خوشی های قبلو ما فراموش میکنیم، ما رو به فراموشی میندازه، اصلا خوشی ندیدیم. حالا چه برسه به کسی که دیگه در این عذاب دیگه ماندگار هست، یا در این نعمت دیگه ماندگار هست، تمام سختی های دنیا را فراموش میکنه. اونی که اهل بهشت هست، دقت کنید، مؤمن هست، تو دنیا سختی ها دیده، مشقت ها دیده، کمبود ها داشته، با دیدن بهشت یه لحظه تمام این سختی ها را فراموش میکنه. و اون هم برعکس. خب بیایم به بعضی از پیام ها بپردازیم، چون همون بحث صبر خیلی بحث مهمی است، انشالله سعی میکنیم ادامه خواهیم داد، و به خصوص وقتی قرآن میاد صبر رو باز با ارزش های والای دینی مرتبطش میکنه، با یقین، با توکل، با نماز، با جهاد، با رحمت، همه اینها، صبر همراه همه این هاست، همه این امور نیازمند به صبر هست. خب پیام اول بیننده مون چیز جالبی است که از هدایت یافتگان هست و میگه که تشیع در ابتداش چی بود؟ اینو تشیع سیاسی بود، مقارنت بود، یعنی مفاضلت بود بین علی و عثمان، این ابتداش بود که حتی اینها برتری علی بر ابو بکر عمر هم صحبت نبود، ابتدای استارت شروع که میشه بحث این بود که خب علی اولوتر به خلافت بود از عثمان، خب این ابتداش بود.
بعد مرحله بعد میاد بر اساس این چیزی که برادرمون نوشته بحث برتری علی بر شیخین بود، یعنی بر ابوبکر و عمر، که حضرت علی رضی الله عنه به شدت با این قضیه رو منبر کوفه هم مبارزه میکرد، میگفت هر کس این حرف بزنه افترا بسته، شلاقش میزنم. این مرحله اول بود. دقت کنید، بحث مفاضلت برتری علی بر حالا ابتدا امیرالمومنین عثمان، سپس بر شیخین. میگه گام بعد که میاد انحراف هی شدت پیدا میکنه، میاد در بین برتری بین امامت و نبوت، که امامت را بر نبوت برتری دادند. میگن امام دیگه از نبی، از انبیاء بهتر هست دیگه، مقامی است که هیچ نبی هم دست نمییابد. سلام علیکم و رحمت الله. خب بعد از این میاد انحراف هی شدت پیدا میکنه. خب الان قضیه خیلی زنگین شده، از برتری بین اصحاب میاد به برتری بین امامت و نبوت. اول میگفتن که علی بهتر از عثمان هست برای خلافت، بعد انحراف بیشتر میشه، میگن که از نه از ابوبکر و عمر هم بهتر هست دیگه. اصلا انحراف دیگه حسابی شدت پیدا میکنه که میاد بحث برتری امام بر نبی هست. بعد از اون میگه میاد این انحراف به اوج خود میرسد که امامو به مقام رب میرسونند. رب خب تصرف در جهان، جهان اداره میکنه، به امام ولایت تکوینی دادند، قدرت بر تصرف در ذرات کون دادن. یعنی دقت کنید، هر عقیده‌ای که از سوی خدا نباشه این گونه هست. انحرافات چگونه شروع می شود؟ خیلی در ابتدا خیلی ظاهر بود، ولی اون تشیع سیاسی بیشتر نبود، که بحث برتری علی بر عثمان بود. انحراف بیشتر میشه، بحث برتری علی بر شیخین میشه دیگه، هی انحراف بیشتر میشه. خب تکفیر صحابه میاد فلان، بعد میرسه به برتری امام بر نبی، بعد دادن صفات رب به امام، در همتای رب قرار دادن و همتای الله، همطور که ولایت تکوینی دارن ولایت تشریعی هم دارن، یعنی اون چیزی که از آن خداست، الا له الخلق والامر، آفرینش و امر، یعنی قانون گذاری، هر دو را میگه به امام دادن. و این درست هست، این نقدی که الان وارد هست این گونه است دیگه. یعنی به تدرج این انحراف ببینید کجا رسید، که عیناً صفات خدا به امام داده میشه، امام میشه رب، امام میشه اله، هم در جهان داره تصرف، هم آفرینش داره دیگه، چیزایی که به عنوان معجزاتی که میارن اینها مرتب، و هم بحث قانونگذاری که امام میتونه قانونگذار باشه، حلال میگه حلال به حرام، این گناه است اون گناه است. خب اینم متاسفانه از اینو بدونیم که هر فکری که خلاف توحید باشه این گناه است، چیزی که از قرآن گرفته نمیشه این گونه است دیگه. خب صحبت از صفات خدا، ذات خدا دارن، که انشالله این صحبت رو خواهیم کرد، کمی توضیح خواهیم داد بیشتر، انشالله بذاریم یه وقتی که بیشتر باشه. خب علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میگه آخوندها نقد بدبینانه خردمندانه به خود میگیرند،
بعد از خودشون خجالت بکشن، با زبانشان میخوان خدمات صحابه رو نادیده بگیرن، تبعیض مثبت رو میپسندن، یعنی افرادی را معصوم میدونن و درباره اونها قلوب و اسطوره سازی میکنن، با فرضیه های عجیب و غریب به زنان پیامبر تهمت میزنن در حالی که قرآن اونها را از هر آلودگی پاک میکنه. قرآن میگوید زنان پاکدامن برای مردان پاکدامن است، اما آخونده اعتقاد دارن پیامبر زنان پاکدامن نگرفته است. حقیقتا این سخن کسی بگی دیگه اصلا مسلمون نیست. فکر نکنم یک انسانی که به خدا ایمان داره، اونی که ایمان داره به خدا و به پیامبر ایمان داره، این حرفو بزنه. هر کی میگه مسلمون نیست حقیقتا. اگه میشه که تو برای خودت یک فرد، این آخوند حاضری، آقا شما میگید، من یه مثال میزنم، شما صیغه رو یه عبادت بزرگ میدون، چقدرم براش اجر و پاداش تراشیدید، درسته؟ ولی آیا حاضر هست یه آخوندی، یه آخوند نه، هر انسان عادی بیاد با زن صیغه‌ای دائم داره صیغه میکنه ازدواج کند، به عنوان همسر دائم خودش هم بعد بپسندد؟ کدام یک از شما این کاره؟ اون در حالی که شما صیغه رو یک عبادت میدونید، اما حاضر نیستید که با زن صیغه ای ازدواج کنید. برای قضای شهوتتون، برای شهوترانیتون، یک ساعت، یک روز، دو روز، یک رابطه نامشروعی که لباس شرع تنش کردید حاضر هستید، اما به اون به عنوان همسر دائم و همسر فرزندانتون باشه قبول نمی کنید. و الان به هر کس هم اگه شما بگید که بچه صیغه زاده هستی، بدش میاد، مترادف میدونن با زنا زاده. وقتی شما اینو برای خودتون نمیپسندید، هیچ مرجع تقلید شما هم شما حاضر نیستید بگید که زنش بدکاره هست. چطوری به پیامبر خدا اینو نسبت میدید؟ مگه نمیگید معصوم هست؟ از ابتدای زندگیش تا انتهای زندگیش معصوم هست، هیچ اشتباهی نمی کنه. چطوری میره با زنی ازدواج میکنه که این گونه هست؟ میگید که عالم الغیب هست، همه چیز میدونن دیگه، اونی که امام هست یا اونی که نبی. اینجاست که بر اساس این نظریه اسمتتون شما اصلا هیچ پیامبری رو قبول ندارید. ما گفتیم قبلا بر اساس نظریه اسمتی که شیعیان امامیه قرار دادن، امامیه به طور کلی، اصلا پیامبری را قبول ندارن. هیچ کدام پیامبر، علی را هم نمیتونن به عنوان امام بدونن. اشتباهات فراوان داره، تو کتاب خودتون ببینید اشتباهات فراوان. انسان هست دیگه، کسی نیست که اشتباه نکنه، که اشتباه که انسان را از مقام بندگی خدا که دیگه ترد نمیکنه، شما میکنه توبه میکنه برمیگرده. اما اینکه شما بگید که هر کس در هر مرحله از زندگیش به خود یک اشتباهی کنه، به خود ظلم کرده، و هر کس هم که به خود ظلم کرده، خدا فرمود که لا ینال عهد الظالمین، این عهد من بهش نمیرسه. تعریف نبی هم که میکنید میگید که باید معصوم باشه دیگه، بفرمایید الان چی میگید؟ یعنی اینکه شما کسانی که این دروغا رو ساختن آوردن تو کتاباتون، اصلا اینا مسلمون نبودن، و هر کس هم که تکرار کند بعد از نو مسلمون بشود، کسی که در مورد رسول الله این اعتقاد داشته باشه که بیاد با یک همسر ازدواج کنه، کسی ازدواج کند که پاک دامن نیست، اصلا این به پیامبر تو ایمان نداری. تمام دینش، دعوتش، همه را شما رد کردید. اگه میشه به تو بگه که اینگونه باش، بعد خودش بره به گونه دیگه زندگی کنه، ناپاک، با زنان ناپاک بخواد زندگی کند؟ بس شکی نکنید که هر کس این سخنان رو تکرار کند مسلمون نیست، از ایمان نداره، مسلمون نیست. حالا هر چی میخواد بهش بگید، کافر بگید، ملحد، مرتد، هر چی میخواد بگید، هر چی میخواید، هر صفتی میخواد بهش بدید، دقت کنید. خب بیننده عزیزم میگه که در یکی از شهرهای جنوبی کشور بین دو طایفه به خاطر کشتن یک زن
حدود 10 سال جنگ هست و تا کنون هم ادامه دارد. حال چه برسد به دختر رسول الله؟ چگونه از حضرت علی 20 سال با قاتلین همسرش همکاری میکرد، حرفی بیمیان نمیزد. بنی هاشم هم هیچی نمیگفتن. درسته، این ملاحظه بیننده اون خیلی جالب هست. چطوری حضرت علی 25 سال سکوت میکنه، 5 سال خلافت خودش هم سکوت میکنه، هیچی نمیگه. بنی هاشم هم همه سکوت میکنن، هیچی نمیگن. آقا یا بعد بگید که اینها همدست بودن در کشتن دختر پیامبر، یعنی علی و بنی هاشم همدست باقی صحابه شدن، اینها را کشتن و علی را در مجلس شورا قرار دادن. خب یا بعد اینو بگید دیگه، علی چرا سکوت کنه؟ 30 سال سکوت میکنه، حسن سکوت میکنه، حسین سکوت میکنه، باقی چرا سکوت کنند؟ مادرشون بوده، میگید که به شهادت رسید، بعد سکوت میکنند. دختر از اینها هم میگیرن، دختر میدن به اینها هم. خیلی عجیب است. یا اینکه بگید بابا دروغ هست. و تو برنامه بازخوانی تاریخ گفتیم که بر اساس روایات شیعه همینه دیگه، از نظر امامیه علی مقصر کشته شدن فاطمه هست، علی سبب شد که فاطمه را به کشتن بدهد. زیرا در این روایت ها که خوندیم دیدید که علی عالمانه و عامدانه با دستور رسول الله که بهش گفته بود که علی اگه نیرو نداری برو بیعت کن و هیچ فعالیتی نداشته باش، عالمانه و عامدانه با دستور پیامبر مخالفت میکنه و بعد نتیجه این مخالفت صریحش عالمانه و عامدانش با دستور پیامبر رو در زندگیش دید که بند انداختن گردنش، میخواستن خونش رو آتش بزنن، بعد با دختر رسول هم این کار شد. همش نتیجه چی بود؟ نافرمانی که علی کرده بود. پیامبر بهش گفته بود که این کار بکن، ولی اون کار نکرد. وقتی که شیخ الاسلام میگه که نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی، یعنی نه چیزی میتونه از قرآن و احادیث داشته باشن و نه چیزی که با عقل، یه روافظ دینگونه هستن، هیچ کدامشو ندارن. سوال دوم، آیا نماز خواندن بر میتی که خودکشی کرده جایز است؟ بله، بالاخره این که مسلمون هست، که مسلمون بوده الان خودکشی کرده، برش نماز میخونن. حالا اگر امام جمعه، قاضی، اون بزرگ شهر برش نماز نخونه، خب خوب هست. رسول الله هم نخوندن بر کسی که خودکشی کرده بود، ولی فرمودن که شما برش نماز بخونید. مسلمون هست بالاخره، مرتد که نشده، برش نماز خونده میشه، غسل داده میشه، نماز خونده میشه، دفن میشود در مقبره مسلمون ها، ولی مرتکب یک گناه کبیره شده. یک مسئله زیبایی است که الان بحث خودکشی، چند روز قبل هم یکی از این سران ملحدین در یکی از کشورهای اروپایی خودکشی کرده بود و قبلا هم چند نفر دیگه. خیلی جالب هست اینجا فرق بین مسلمان و ملحد. مسلمون وقتی که یقینش به اسلام کم میشه، به خدا، به آخرت کم میشه، خب خودکشی میکنه. ملحد وقتی که یقین به اعتقاداتش پیدا میکنه خودکشی میکنه. توهیست، هیچی نیست دیگه. یقین پیدا میکند به اون اعتقاداتش، هر کی از این ملحدین خودکشی میکنه یقین پیدا میکنه به اون اعتقادات بی ارزشش، خودکشی میکنه. مؤمن وقتی که از یقین میافتد، یقین نسبت به خدا، به اسلام خیلی کم میشود، دست به خودکشی میزنه. اونی که ملحد هست وقتی که یقینش به اعتقادات ملحدانش کامل میشه خودکشی میکنه. خب یه سوالی دیگه هم داشتن در مورد چی بود؟ در مورد قوم شعیب که به ربا روی آوردند، توضیحاتی بدید. چرا که حال روز مملکت ما ربا، قوم شعیب علیه السلام ولا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی در خرید و فروش ها بضافه این بحث کلاهبرداری داشتن، جنس و کم کامل می گرفتن، کم می فروختن.
قیمت ها را پایین می آوردن، قیمت ها را از وقتی می خریدن خیلی قیمت تو سر قیمت می زدن، با قیمت بالاتر مثلا می فروختن. این چیزاست که اقتصاد رو حقیقتا از بین می بره. وقتی که ظلم هست، در همه اینها ظلم هست. وقتی خدا می فهمد که ای بندگانم من ظلم را بر خود حرام کردم و بر شما هم حرام کردم، پس بی هم دیگه ظلم نکنید. همه اینها میاد دایره ظلم. ربا ظلم هست، کلاهبرداری ظلم هست، مال مردم به ناحق خوردن ظلم هست، قیمت کم بزنی روش با قیمت بالا بفروشی ظلم هست، کامل بگیری وزن کنی و بعد در وزن کردن وقتی میخوای بفروشی کلاه سر مردم بذاری کمتر به مردم بدی ظلم هست. همه اینها دایره ظلم هست. هیچ وقت ظالم هم نتیجه خوبی نداره. ظالم خودش نتیجه خوبی نمیده، جامعه هم نتیجه خوبی نخواهد دید. جامعه ای که درش این گونه موارد باشه، ظلم باشد، نتیجه خوبی نخواهد دید. با این شده سعی خواهیم کرد که از سوره اعراف یا سوره دیگه بتونیم موضوع رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. فقط یادآوری شما بینندگان عزیز خوب هست. در مورد این حدیث قدسی سال دارن بیننده ما که میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که در حدیث قدسی است که خداوند میگه وقتی که من اذا قبضت صفیه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه، جزاش میگه در نزد من مال عبد المؤمن عندي جزاء. وقتی خداوند میگه وقتی یک شما یه چیزی دوست دارید، صفیت این دوستت باشه، یا در روایت دیگه میگه دو تا چشمشم ازش گرفتم نابینا شد، وقت اینجا دقت کنید که ثم احتسبه، یعنی صبر میکند، فرزند از دست میده، همسر از دست میده، پدرش، مادرش و دوستش، اون چیزی که صفی اوست در نزد او برگزیده شده هست، چیزی خیلی بهش علاقه داره، از دست میدهد و به خاطر خدا وقتی صبر میکند. حالا من فراموشم که این پیام برای بیننده هم بفرستیم، از اینجا میفرستیم. وقتی که انسان چیزی که دوست دارد در نزدش خیلی با ارزش هست، از دست میدهد، اما ایمانش به خدا با ارزشتر هست و وعده ای که خدا به او داده است با ارزشتر هست. خداوند هم میگه که این بنده به من بهش پاداشی که میدم اینه که بهشت پاداشش هست. پس تشویق میکنه این حدیث ما را که وقتی که چیزهایی که در نزد ما ارزش داره، امکان داره شما یک کسی را از دست بدید، چیزی را از دست بدید که در نزد شما زیاد با ارزش نیست، بعد حالا بگید خب حالا صبر میکنم. این فرق میکند، چون در نزد شما ارزش نداشته، اما چیزی که با ارزش هست در نزد شما، تعلق قلب و خاطر به اون دارید، از دست میدید، اینجاست که به خاطر خدا وقتی که انسان صبر کند، احتسبه، از یعنی به خاطر خدا صبر میکنه و پاداشو از خدا میخواد. به خاطر خدا صبر میکنه، ایمانش اونو این کار وادار میکنه، شناختش نسبت به الله اونو وادار میکنه که در برابر این مصیبت و اون چیزی که از دست داده صبر کند. خداوند فرمود که پاداشی که من بهش میدم بهشت هست. حقیقتا صبر در این مسائل نیازمند به شناخت الله هست، ایمانمون، یقینمون به الله. هر اندازه که یقین ما به الله بیشتر باشه، به وعده های خدا، شناختمون به الله بیشتر باشه، در نتیجه صبر انسان هم بیشتر میشه، به خصوص زمانی که اینها را از دست. و معناش این نیست که وقتی اینجا در این حدیث اومده که انسان صبر کند که گریه نکند یا بیخیال باشه، نه، اصلا منظور حدیث هم این نیست. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که فرزندشون ابراهیم علیه السلام از دست میدن، یک سال و نیم، دو سال بیشتر نداشت، چشمان مبارک رسول الله پر از اشک شد، گریه کردند. یکی از اصحاب تعجب کرد که یا رسول الله شما گریه میکن، فرمان که این رحمتی است از سوی خدا. پس این که انسان گریه کند، ناراحت بشه، این طبیعی است. معناش نیست وقتی میگیم صبر که اصلا انسان دیگه بیخیال باشه، نه، ناراحت هست، برای سنگین هست،
اما حرفی نمیزنه، کاری نمیکنه که برخلاف رضای خدا باشه. طبیعی است ناراحت شدن از دست دادن ها، انسان ناراحت میشه، به گریه میافتد، اما صبر میکند، حرفی نمیزند که اعتراض بر خدا باشه، کاری نکند که برخلاف که اعتقادش به وحدانیت الله باشه، به اینکه او اداره کننده جهان هست، مثل کسانی باشد که در جاهلیت بودند، به سر و صورت خودشون میزنند. این اعمال جاهلی است. پس حدیث داره ما رو تشویق میکنه که خودمون رو کنترل کنیم، نه اینکه دیگه اصلا شما ناراحت نشید، اصلا بی خیال باشید، این خیالت نباش، میگه حالا فرزندش از دست داده، مالش، فهم سرش، پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش از دست داده، این خیالش نباشه. نه، اینها رو از دست داده، برای سنگین هست، گریه هم میکند، اما اعمال زشت و حرفای نادرست نمیزنه. خب وقت برنامه هم تموم شد و با عرض معذرت از بینندگان عزیزی که پیام هاشون اومده زیاد هست، پیام ها، من معذرت میخوام که نتونستیم این مدت هم پاسخ بدیم. خدا جزای خیرتون بده، از همه من قبول بفرمایند. تا برنامه بعد، همه ما در حفظ و پناه خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.